شهید سعید اخوان با دست بسته و تیر خلاص در سر گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق روز یک شنبه دهم ده شهریور در اردوگاه اشرف در عراق کشته شدند. آمار مختلفی از تعداد کشته شدگان اخیر منتشر شده. سازمان مجاهدین خلق حمله موشکی سربازهای عراقی و ورود آنها به این اردوگاه را عامل این کشتار دانسته است. مجاهدین خلق پیش از این نیز خبر داده بود که مقام های عراقی حدود دو هفته پیش آب و برق اردوگاه اشرف را قطع کردند. علی موسوی که از سخنگویان نخست وزیر عراق ضمن تایید کشته شدن تعدادی از ساکنان این اردوگاه گفته است که این افراد در نتیجه درگیری در بین ساکنان این اردوگاه کشته شدند و نیروهای عراقی در کشتن این افراد دخالتی نداشتند. آقای موسوی گفته است که تحقیقات اولیه در این باره در جریان است. از سوی دیگر حقیل شریفی مقام اراقی مسئول اردوگاه اشرف به خبرگزاری فرانسه گفته که هیچ حمله ای به این اردوگاه نشده و به نظر می آید چند بشکه نفت و گاز منفجر شده باشد. اما یک منبع پلیس عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که بامداد یک شنبه پنج خمپاره به اردوگاه اشرف حسابت کرده. سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق ایران اظهارات مریم رجوی از رهبران این سازمان را منتشر کرده که حمله اخیر به اردوگاه اشرف را محکوم کرده و از مسئولان سازمان ملل و دولت آمریکا خواسته است تا برای حفاظت ساکنان اردوگاه های اشرف و لیبرتی برای انتقال همه آنها به آمریکا یا استقرار کلاه آبی های پاسدار صلح سازمان ملل در این دوردوگاه اقدام کنند. از سوی دیگر، الیانا نبعه سخنگوی هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق روز یکشنبه با ابراز تأسف از حمله به اردوگاه اشرف به خبرگزاری فرانسه گفته که سازمان ملل در حال بررسی و ارزیابی مستقل گزارش‌های رسیده در این مورد است اردوگاه اشرف که در نزدیکی بغداد قرار دارد از سال 1365 پایگاه اصلی مجاهدین در عراق بوده. پس از انتقال گسترده بیش از 3000 عضو این گروه به اردوگاه لیبرتی، تنها حدود 100 نفر از اعضای مجاهدین در اردوگاه اشرف باقی ماندند. حمله اخیر به اردوگاه اشرف پنجمین حمله به این اردوگاه است. کوروش صحتی صدای آمریکا